نکات مجانب ها و مسائل ترکیبی. من میخوام نکات مجانب های بعضی از توابع نکات خاصی دارن در مجانب، میخوام اونا رو بررسی بکنم و در کل مسائل رو در ادامه حل خواهم کرد. مسائل ترکیبی مجانب ها و تعداد مجانب ها رو چجور میشماریم. دقت بفرمایید. ببینید، اگر توی یک تابعی که ظاهرا کسریه، مخرج کس فقط یه جزء سعی بود یا جزء سعی به اضافه یا منفی یک عدد بود، اون تابع رو شما کسری اصلا حساب نکنید و نگید این تابع مجانب قائم داره. 100% مجانب قائم نداره و اونو کسری منظور نکنید. این نکته اینو میخواد به شما بگه. ببینید مثال اولو، خب مجانب قائم تابع زیر رو به دست آورید. fx مثلا x2 به اضافه 3x به اضافه 1 بر روی براکت x. ببینید مخرج این کس فقط یه جزء سعیه، هیچی نیست. این تابع اصلا نمیتونه مجانب قائم داشته باشه. یعنی اگر مخرج کس فقط جزء سعی بود، چون به شما صفر مطلق میده و نمیتونه صفر حدی بده و قطعه جزء دامنه قرار نمیگیره، پس میبینید که این تابع نمیتونه مجانب بده. این تابع خاصی که ما داریم بررسی میکنیم حتی مجانبای دیگه هم نداره، اصلا مجانب نداره، چون یک عدد میشه و یه عبارت جبری درجه دو تقسیم بر عدد اصلا مجانب نخواهد داشت. نه مجانب مایل داره، نه مجانب افقی داره، مجانب قائم داره. پس یادتون باشه این تابع شما اگه یه براکت تنها در مخرج کس بود مجانب قائم نداره. یا مثال بعدی رو هم نگاه کنید، مجانب قائم این تابع رو به دست بیارید، ظاهرا کسریه، fx مثلا خط کسری 2x به اضافه 3x2 بر روی جزء سعی x به نهای 2. باز شما ذکر میکنید این تابع چون فقط در مخرج جزء سعی و عدد داریم، این تابع نمیتونه مجانب قائم داشته باشه و این تابع خاص حتی مجانب مایل و افقی هم نخواهد داشت. طبق نکته که گفتیم اصلا مجانب نخواهد داشت، چون نمیتونیم ریشه هایی از مخرج پیدا کنیم که تابع را تبدیل به عدد بر روی صفر حدی بکنه تا بره به سمت بی‌نهایت و مجانب قائم داشته باشه. این نکته بسیار مهمی که باید حواستون رو بهش جمع کنیم. نکته بعدی که در اینجا بهتون میگیم مربوط به توابع وارون مثلثاتیه. تابع ایگرگ مساوی سینوس وارون یو، ایگرگ مساوی کوسینوس وارون یو، ایگرگ مساوی تانژانت وارون یو و ایگرگ مساوی کوتانژانت وارون یو توابعی هستند که به طور یقین مجانب قائم و مایل ندارند، ولی میتوانند، نگفتیم حتما، میتوانند مجانب افقی داشته باشن. فقط یادتون باشه سینوس وارونه یو یا کوسینوس وارونه یو باید حتما تنها باشن، ترکیب و توابع دیگه نباشن. توی این مسئله باید دقت بفرمایید. حالا ببینیم مثال براش حل بکنیم. ببینید تعداد مجانب های تابع اف ایکس مساوی با تانژانت وارونه قدر x بر روی x منهای 1 کدام است؟ گزینه دادیم یک عدد، سه عدد، صفر و دو عدد مجانب داره این تابع. بریم بررسی بکنیم به چه صورت میتونیم مجانباشو پیدا کنیم. اولین کاری که میکنیم بلافاصله میگیم این تابع تانژانت وارونه، پس مجانب قائم و مایل نداره. اینو اول کار متوجه میشیم، اینجا براتون هم نوشتم. گام بعدی میگیم پس باید حد تابع رو در بی‌نهایت به دست بیاریم، ببینیم آیا مجانب داره یا مجانب افقی داره یا نداره. شرطش این بود که ایگرگ مساوی لیمیت اف ایکس، ایکس بره به سمت بی‌نهایت. لیمیت این تابع رو به دست بیاریم، تانژانت وارون قدر ایکس به ایکس منهای 1، ایکس میره به سمت بی‌نهایت. اینو به دو قسمت تبدیلش خواهیم کرد، یکی برای مثبت بی‌نهایت، یکی برای منفی بی‌نهایت. چرا؟ چون یه قدر مطلق x اینجا مشاهده می‌کنیم. پس بیام دو قسمتش کنم، برای مثبت بی‌نهایت قدر x به x منهای و تانژانت وارونه قدر x به x منهای 1 خواهد بود. برای مثبت بی‌نهایت داخل قدر مثبت قدر رو برمی‌داریم، داخل کمان از قاعده پرتوان استفاده می‌کنیم، میشه x بر روی x، این میشه 1. تانژانت وارونه 1 چه زاویه‌ای تانژانتش میشه 1؟ میگید پی 4. پس y مساوی با پی 4 مجانب افقی تابعتون خواهد بود. برای پایینی x میره به سمت منفی بی‌نهایت، داخل قدرمون چی شده؟ منفی میشه، قدر رو برمیم توی منفی ضربش بکنیم، پس تانژانت وارونه منهای x به x خواهد شد. در این صورت وقتی مثلا ما میخوایم بررسی بکنیم پرتوان رفتیم، حالا تانژانت وارونش میشه منهای 1. چه تانژانت وارونی؟ منهای پی 4 میشه، در حقیقت منهای 1 بوده، y مساوی با منهای پی 4
مجانب افقیه. یعنی این تابع تانجانت قدر ایکس و ایکس منهای یک به طور یقین بدونی که حل بکنیم برای نکته که ذکر کردم مجانب قائم و مایل نداره، ولی میتونه مجانب افقی داشته باشه. حدشو گرفتم، یکی برای شاخه مثبت میناد، یکی برای شاخه منفی میناد. دیدم دوتا مجانب افقی ایگری مساوی پی چارم و ایگری مساوی منهای پی چارم رو ایجاد کرد. پس این تابع دو مجانب افقی داره، یا در کل دو مجانب این تابع خواهد داشت. نگاه کنید نکته بعدی چیه؟ توابع لوگ رو داریم بررسی میکنیم. لوگ به تنهایی لوگ یو رو مبنای آ که آ حتما مثبته و آ مخالف یکه در نظر بگیرید. توابع ایگری مثلا لوگ یعنی تنها بیان، این توابع مجانب مایل ندارند، ولی ممکنه مجانب قائم و ممکنه مجانب افقی داشته باشن. پس با یه نگاه میفهمیم مجانب مایل رو نداره. خب این واسه سرعت همون توی این مسئله بالا بره. بریم این مثال حل کنیم. تابع ایگرگ مساوی با لوگاریتم پرانتز رادیکال ایکس بر روی ایکس منهای دو چند خط مجانب داره که 3, 2, 1 و 0 گزینه‌های پیشنهادی بوده. خب ما گفتیم مجانب مایل نداره، از همون اول مایل میذاریم کنار، ولی ممکنه قائم داشته باشه. برای تعیین قائم چی کار میکردیم؟ 1 تعیین دامنه بود که خیلی مهمه. میگیم باید دامنه این تابع رو پیدا کنیم. چون اینجا در کمان یه رادیکال x داریم، باید زیر رادیکال با فرجه زوج مثبت باشه، پس x هم بزرگتر مساوی 0 میشه. بعد میگیم آقا رادیکال x بر روی x منهای 2 باید یک مقدار مثبت باشه که جلوی لوگ قرار گرفته. شما میدانید خروجی رادیکال x یه مقدار همواره مثبته، صورت مثبته، پس باید مخرجش مثبت باشه که این نسبت یک عدد بزرگتر از 0 رو در بر بگیره. پس x منهای 2 بزرگتر از 0، x بزرگتر از 2. بین این دو مقدار که به دست آوردیم از نامعادلاتمون اشتراک بگیریم. اشتراکش به شما دامنه تابع میده. دامنه تابع میشه از دو تا مثبت بی‌نهایت. خب باز ذکر کرده بودیم اگر کمان مقابل لوگاریتم کسری باشه، هم ریشه صورت و هم ریشه مخرج میتونه مجانب قائم باشه، به شرط اینکه حداقل یکی از همسایگیاش جزء دامنه باشه. میایم این کارو انجام میدیم. رادیکال x رو یا ریشه عبارت داخل قدر رو رادیکال x رو مساوی با 0 قرار میدیم، x مساوی با 0 میشه. ولی نه 0 مثبت و نه 0 منفی اصلا جزء دامنه محسوب نمیشه. 0 مثبت جزء دامنه نیست، 0 منفی هم جزء دامنه نیست. پس نمیتونیم به عنوان مجانب قائم محسوبش بکنیم. حالا میگم مخرج رو مساوی با 0 قرار میدیم. x منهای 2 مساوی با 0، x مساوی با 2 ریشه ما خواهد بود. میبینیم که 2 بیشتر جزء دامنه هست و دو کمتر نیست، ولی همین دو بیشتر که جزء دامنه باشه به ما نشون میده که x مساوی با 2 حتما مجانب قائم تابعمون خواهد بود. پس تا الان یه مجانب قائم تونستیم به دست بیاریم. حالا میریم مجانب افقی به دست بیاریم. برای مجانب افقی اگه یادتون باشه باید حد تابع رو میگرفتیم در بی‌نهایت. خب حد این تابع رو میگیم چون دامنه ما از 2 تا مثبت بی‌نهایته، فقط حد در مثبت بی‌نهایت باید گرفته بشه. بنا به قانونی که حد نفوذ میکنه داخل کمان، حالا کمان جبری کسری دارم، پرتوان صورت پرتوان مخرج میتونم برم. اگر عبارت رادیکال x رو با x ساده بکنم، یه رادیکال x تو مخرج میمونه، به جای x مثبت بی‌نهایت رو قرار میدم، 1 به مثبت بی‌نهایت میشه 0 مثبت. بنا به مقدار حد لوگ در 0 مثبت که من در انتهای حد براتون گفتم تو این قسمت که لوگاریتم 0 مثبت از اون شکل نمودارش حد گرفتیم و بنا به شکل نمودارش میشه منفی بی‌نهایت. چون حاصل حد ما منهای بی‌نهایت شد، پس عدد معینی نشد، مجانب افقی نداره. مجانب مایل هم که از قبل گفتیم نداره، پس این تابع فقط و فقط یک مجانب قائم بیشتر نداره، پس تعداد مجانباش یک عدد بیشتر نخواهد شد. حالا نگاه کنید نکته بعدی رو ببینید، یه نکته مهمیه. تابعهای ایگری مساوی سینوس وارون یو و ایگری مساوی کوسینوس وارون یو، چون کمان یو بین منهای 1 و 1، اگر شما در حد تعیین مجانب افقی کمان عقال سینوس وارون و کوسینوس وارون 1 شد یا منهای 1 شد، باید دقیقا بررسی کنیم آیا 1 بیشتر یا 1 کمتر، یعنی باید نوع همسایگیان تعیین بشه. چون اگه 1 بیشتر باشه غیر قابل قبوله، ولی اگه 1 کمتر بشه قابل قبوله.
اگر منهای یک مثبت یا بیشتر بشه قابل قبوله، ولی اگر منهای که کمتر بشه غیر قابل قبوله. پس نوع وجود مجانبه افقی این دو تابه فقط. یادتون باشه تانژان وارون یو و کوتانژان وارون یو این محدودیت رو ندارن، واسه همین نکته رو من از اون دو تا جدا کردم و جداگانه اینجا دارم عنوان میکنم. مثال بعدی رو کنیم، مثال خیلی خوبیه. تابه یک مساوی با سینوس وارون پرانتز صورت که از x قدر x منهای 1 بر روی x منهای 2 در x منهای 3 در مخرج چند خط مجانب دارد. گزینه‌ها 1 2 3 و 4. بلافاصله میگیم سینوس وارون مجانب قائم و مایل نداره. میریم بررسی کنیم آیا مجانب افقی داره یا نداره، یعنی حد تابه در بی‌نهایت رو باید بگیریم. این نکته بود که از قبل بهتون ذکر کرده بودم، حد تابه در بی‌نهایت میام حدش رو میگیریم، ولی چون قدر مطلق داریم دو تا باید حد بگیریم، یکی برای مثبت میاد یکی برای منفی میاد. ابتدا من برای مثبت میاد براتون دارم میگیرم این حد رو، وضعیت علامت داخل قدر رو تعیین میکنید. چون x میره به سمت مثبت بینهایت نیاز به قدر مطلق نداریم، قدر رو برمی‌داریم، این عبارت رو x رو داخلش میتونیم ضرب کنیم، x منهای 1 x منهای 2 x منهای 3. حالا میای قاعده پرتوان ها رو میریم، پرتوان صورت x2 پرتوان مخرج x2 x2 با x2 می نمیشه 1. من میپرسم چه یکی؟ نمیتونیم مثل پی دوما، چون اگه یکی بیشتر بشه حد موجود نیست، اگه یکی کمتر بشه حد موجوده. پس یادتون باشه این یک باید دقیقا برای نکته گفتم وضعیت علامت همسایگیش تعیین بشه. چگونه این کارو میکنم؟ ببین من یه توصیه میکنم بچه‌ها، ببینید میخوای یک رو تعیین بکنی، یه عددی به عنوان عدد بینات منظور کن، مثلا 100 که روند ده و 100 عدد نسبتا برای ما بزرگ محسوب میشه، حتی خیلی عدد کوچیکه در مقابل بی‌نهایت. انتخاب کنید، پس دلخواست شما میتونید 1000 انتخاب کنید، میتونید 10000 انتخاب کنید، یه عدد روند، ولی 100 معمولا توی تست های مربوط به کنکور سراسر خیلی مناسبه. ببین 100 ضرب در 100 منهای 1 99، 100 منهای 2 98، 100 منهای 3 97. ببینید چرا عدد داریم انتخاب میکنیم؟ میخوام سرعت بره بالا، میخوام ببینیم آیا این عبارت x دو منهای x بالا و این x منهای 2 در x منهای 3 کی رشد بیشتری داره؟ اگر صورت رشدش از مخرج بیشتر باشه میشه یکی بیشتر، اگر مخرج از صورت رشدش بیشتر باشه یکی کمتر میشه. خب اینو که قاعدتا میشه ترسیم کرد یا با قوانین دیگه اثبات کرد، ولی روز کنکور وقت این کارو نداریم. یه عدد انتخاب کردیم نماینده اون بی‌نهایت. قرارات دیدیم بله 100 ضرب در 99 برای 98 در 97 حتما از یک بیشتره. خب پس این یک بیشتر اتفاق میفته و چون این یک بیشتر اتفاق میفته میگه حد نداره. بنا به قانون چون جلوی کمان سینوس نمیتونه یک بیشتر باشه، پس عملا در شاخه مثبت بی‌نهایت این تابعی که ذکر شده مجانب افقی نداره. حالا ببینیم برای شاخه منفی بی‌نهایت مسئله رو بررسی کردم، لیمیت تابعمون رو میگیریم x میره به سمت منفی بی‌نهایت، میایم اینجا میگیم منفی بی‌نهایت قدر رو برمی‌داریم در منفی ضرب می‌کنیم چون داخل قدر رو منفی کرده. پس عبارت اون میشه سینوس وارون منفی x در x منهای 1 x منهای 2 در x منهای 3. حالا ما اینجا چی میتونیم؟ این منفی رو گذاشتم اینجا مشخصش هم کردم. باز شما می قانون پرتوان است و پرتوان مخرج میرم x2 به منهای x2 رو ما اینجا میریم، عبارت ها قرینه میشه و جواب میشه سینوس وارون منهای 1. سری دست نگه می‌داریم. چه منهای یکی؟ آیا منهای یکی بیشتره یا منهای یکی کمتره؟ اینجا یا تو باشه باید چون سینوس وارون و کوسینوس وارون به این مسئله حساسن و اینا اشتباه میکنه. باز نگاه کنیم، من باید ببینم اول من کارو به این منفی ندارم، اول باز این کسر خودم رو نگاه میکنم ببین آیا رشد صورت بیشتر یا رشد مخرج در منفی بی‌نهایت. یه عدد به عنوان منفی 100 منظور میکنم، میشه منفی 100 در منفی 100 و منهای 100 منهای 1 میشه منهای 101، منفی 102 منهای 103 نوشتم. ببینید ما داریم یک رو بررسی می‌کنیم، منفی رو بررسی نمی‌کنیم. الان این منفی بعدا درش ضرب میشه، این نسبت رو نگاه کن یه نسبت مثبته، ولی مخرج از صورت بزرگتره پس حتما از یک کوچکتر میشه. حالا میشه منفی 1 کمتر. ببینید حالا تأثیر ضرب منفی در علامت همسایگی میشه منهای 1 بیشتر. خب حالا دیگه قابل قبوله، کمان سینوس وارون تو بازه منهای 1 تا 1 قرار گرفت. چه زاویه ای سینوسش منهای 1؟ میگی منهای پی دوم، پس جواب میشه منهای پی دوم، یعنی مجانب افقی منهای پی دوم قابل قبول به دست اومد.
پس این تابع مجانب قائم و مایل که از همون ابتدا گفتیم پس نداره. برای شاخه مثبت بینهایت ثابت کردیم که مجانب افقی نداره. برای شاخه منفی بینهایت یه مجانب افقی منهای پیدومون پیدا کردیم. پس کلن این تابع فقط یک مجانب بیشتر نداره که ایگرگ مساوی منفیه پی دوم خواهد بود. سوال خیلی خیلی خوبیه اگه دقت بکنید، سوالیه که چندین نکته رو باید درش استفاده می‌کردید.